همگان از حکومت وحدت ملی به ویژه سرمایه گذاران افغان انتظار داشتند تا این حکومت با شروع کارش خواهد توانست وضعیت کاروبار را از حالت رکود به سوی رونق سوق دهد، اما تا اکنون تمام امیدها در این زمینه از بین رفته و وضعیت کاروبار نیز با چالش‌های همراه شده است. در این میان یافته های اتاق و تجارت و صنایع کشور نیز از وضعیت کار نشان می‌دهد که انگیزه و خوشبینی برای اجرای کار کمتر شده است. وضعیت کاروبار در یک وضعیت نامناسب قرار داره. روز به روز گراف رضایت از وضعیت کاروبار تقلیل می‌یابد. سکتور خصوصی اعتمادی که بالای حکومت داشته به خاطر انجام نیافتن و عملی نشدن تعهدات و تصامیمی که در شروع در آغاز رهبری حکومت وحدت ملی داشت، اینا اعتمادشان روز به روز کمتر شده. در این پژوهش اتاق تجارت و صنایع از بتلیق درآمدن سرمایه گذاری ها در کشور گفته شده، اما علت اصلی 40% فرار سرمایه ها در کشور نامنی ها عنوان شده است. یعنی 41.43% مشکل عمدی است که سروی شداش 41.43% شکایت از امنیت داره، به می شکل است مانی عمده است. اما وزارت تجارت و صنایع این وضعیت را نگران کننده ندانسته، سرمایه گذاری های کنونی را کاذب نه بل واقعی می داند. ما از یک اقتصاد کاذب به یک اقتصاد واقعی میریم. ما در مسیر تحول از یا مرحله گذار از اقتصاد کاذب به اقتصاد واقعی میریم. این واقعیت باید ما مقابل شویم و بسیار با رقابت پیش بریم. گذشته از این، برخی بازارگانان به این باورند اگر حکومت برای جلوگیری از فرار سرمایه ها راهکار تازه‌ای را روی دست نگیرد و این وضعیت را کنترل نکند، با گذشت هر روز مردم امید سرمایه گذاری را در داخل کشور از دست خواهند داد.